به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام میکنم به شما بینندگان عزیز، همیهنان ارجمند، آقایان و خانمها که شبکه یک سیما رو تماشا میفرمایید، همینطور به بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگان رادیو سراسری سلام و شب بخیر عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید و از قبل هم اعلام کرده بودیم، امشب به محل نهاد ریاست جمهوری ساختمان قرمز آمدیم تا در گفتگوی زنده و مستقیم با آقای رئیس جمهور در جریان آخرین دیدگاه‌ها و تصمیمات ایشون در حوزه مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین المللی قرار بگیریم. آقای رئیس جمهور سلام، شب بخیر، خیلی متشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز اگر مطلبی هست در خدمت جناب عالی هستیم. علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و هموطنان گرامی و پیشاپیش روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز سراسر کشور، صدا و سیما و همه رسانه‌ها تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی متشکر. آقای دکتر، از آمریکا، مذاکرات ترامپ و برجام شروع بکنیم. به هر حال ترامپ از برجام خارج شده و از امروز هم بیانیه داد، اعلام کرد که تحریم ها رو بر علیه ایران در مرحله اول فعال میکنه. همزمان مقامات آمریکایی، رئیس جمهور، وزیر خارجه پیشنهاد مذاکره رو مطرح کردن، اگرچه اول گفتن که شروطی داریم ولی الان پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط رو مطرح کردن. تا اونجایی که به علم روابط بین الملل مربوط میشه، مذاکره فی نفسه یک ابزار کار هست، نه مقدس نه مذموم. در داخل هم بالاخره این روزها راجع به مذاکره بین مردم صحبت خیلی زیاده، یه عده مخالف 100%، یه عده موافق 100% و طیفی هم بالاخره این وسط. جناب علی، موضع مشخصتون در قبال مذاکره با آمریکا چی هست در این شرایط؟ حالا شما شروع کردید از بحث آمریکا و حرفایی که مقامات آمریکایی به صورت متناقض میگن. من باید از این نکته شروع کنم که مردم ما کاملاً در طول سالهای گذشته تجربه بسیار خوبی دارند، هم از مقامات آمریکایی و هم از دولت مردان ایران. به هر حال کسانی که امروز دولت رو در اختیار دارن در ایران، کسانی هستن که از ابتدا شعارشون تعامل، مذاکره، گفتگو و میز مذاکره بوده و بر همین مبنا هم پیش رفتن و حتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردن، با بقیه مذاکره کردن. در طول 2 سال به صورت مداوم و مذاکرات به نتیجه ای رسید که حالا کم و بیش آمریکایی‌ها اجرا می‌کردن و بقیه هم بیشتر متعهد بودن و ایران هم کاملا متعهد بود. کسی که ادعا می‌کنه و میگه من تمایل به مذاکره دارم، مذاکره مبانی داره. اولین مبناش صداقت هست که دو طرف باید باور داشته باشن به صداقت، به نتیجه رسیدن مذاکره که مذاکرات به نتیجه مورد نظر اونها برسه. کسی که امروز ادعای مذاکره میکنه، کسی است که بدون مذاکره از همه تعهدات بین المللی، از پاریسش گرفته تا تعهدات تجاریش، خارج شده و مخاطب این حرف ها دولت ایران نیست. تو دولت ایران بخواد جواب بده، اونا به ما خطاب نمی کنن در این مذاکره، به دلیل اینکه اونها از نتیجه مذاکره خارج شدن، از پشت میز مذاکره خارج شدن و کسی که ادعای مذاکره می کنه ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه. همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست، اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره.
و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره. بنابراین به نظر من مخاطب اونها این است که بخوان در این جنگ روانی مردم ایران رو دچار تردید بکنن و برای انتخابات کنگره در ماهای آینده بخوان استفاده بکنن. بنابراین حرفای ترامپ یا برای بهره‌برداری داخلی برای انتخابات یا برای جنگ روانی با مردم ایرانه. ولا ما حتی در دولت جدید هم با آمریکا مذاکره کردیم، یعنی در دورانی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 5+1 با وزیر خارجه ما مذاکره کردم، وزیر خارجه آمریکا هم اونجا مذاکره کردن، همین آقای تیلرسون، و بعد هم در اروپا مذاکره کردن. پس کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره ترامپ هست و دولت ترامپ هست و کاری که داره انجام میده کاری است که بر علیه ملت ایران و منافع ملی ایرانه. بنابراین اگر صداقت باشه ایران همواره از مذاکره استقبال کرده. صداقتش رو چجوری میتونه نشون بده آقای دکتر؟ شما الان دو تا پیش شرط مطرح کردید، اینکه که صداقت داشته باشن، اینکه به برجام برگردن. برجامو که معلومه چجوری برمیگردن اگه بخوان برگردن، ولی صداقتش رو چجوری باید نشون بده؟ حالا حداقل اینکه با تحریم معنی نداره. اگه کسی صادقانه میگه من میخوام مذاکره کنم به نتیجه برسم، اون وقت تحریم علیه کودکان ایرانی، علیه بیماران ایرانی، علیه بزرگسالان ایرانی، علیه مردم ایران، این متناقض همون مثل معروف ایرانی است که گفت قسم حضرت عباس باور کنم یا دم خروس. کسی که داره تحریم میکنه مردم ایران رو و ملت ایران رو تحت فشار میذاره و هر روز افراد رو میفرسته برای اینکه تشویق کنه دیگران رو که با ایران تعامل نداشته باشن. در واقع فشار ترامپ تنها علیه ملت ایران نیست، علیه همه شرکت های خارجی است که با ایران در حال فعالیت هستن. بنابراین این دو با هم سازگار نیست. به نظر من پیش شرطی ندارم. اگر دولت آمریکا امروز آماده است ما مذاکره کنیم راجع به نحوه پرداخت غرامت‌هایی که باید به ملت ایران پرداخت کنه از سال 32 تا حالا به خاطر مداخلاتش در زندگی مردم در کشور ایران، ما آماده ایم برای مذاکره، ببینیم چگونه این غرامت‌ها رو میخواد پرداخت بکنه، در چند قسط، چگونه. آمریکا بدهکار ملت ایرانه و به خاطر مداخلات متعددش در کشور ایران هم بدهکار عذرخواهی است، هم بدهکار غرامته. بدهکاریشو پرداخت بکنه. بنابراین ما همواره اهل مذاکره در تاریخ بودیم و هستیم. آقای دکتر، به حال آمریکایی از برجام خارج شدن. شبی که آقای ترامپ فرمان خروج از برجام رو امضا کرد، جناب علی با مردم صحبت کردین و به اروپایی ها مهلتی دادین که در اون مهلت تعهداتی رو که آمریکایی ها در برجام داشتن و طبعا با خروج نمیتونستن انجام بدن، اونها جبران بکنن و به ما بگن که چجوری میخوان جبران بکنن. الان با گذشت این چند ماه، به جز بیانیه های سیاسی که اروپایی ها دادن، آیا تعهدات قابل قبولی از طرف اروپایی ها شما میبینید و فکر میکنید که منافع برجام الان بر مزار اون میچربه که ما همچنان در برجام باقی بمونیم و موضع اخیر ما چی هست در این زمینه؟ در واقع آمریکایی‌ها اول دنبال این بودن که بقیه کشورهای 5+1 رو با خودشون همراه بکنن و به همین دلیل هم ترامپ در 22 دی ماه پارسال از شرکاش خواست که اونها هم بیان و مذاکره مجدد راجع به برجام شروع کنن با شرایطی که مطرح کرده بود. خب این موفق نشد، کسی بهش پاسخ مثبت نداد، ناچار شد بگه من تنهایی از برجام خارج میشم و در واقع در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد. هدف آمریکا این بود که وقتی از برجام خارج میشه ایران هم از برجام بلافاصله خارج شه تا بتونن پرونده رو به شورای امنیت ببرن. یعنی ما یه دستاوردی داریم در برجام و اون قطعنامه 2231 هست که این قطعنامه اولا قطعنامه‌های قبلی رو ملغا میکنه، ثانیاً همه کشورهای جهان رو دعوت میکنه به اینکه از برجام پشتیبانی بکنن.
و در واقع اون چه در برجام توافق شده در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک سند و پیمان بین المللی مستحکم شده. ترامپ میخواست همه این دستاوردها رو از ما بگیره. آمریکا نمیخواست به تنهایی بیاد روبروی ایران برای تحریم، او میخواست همه دنیا رو وادار کنه به تحریم. همین الان هم داره دعوت میکنه همه دنیا رو به تحریم، اما در این کار ناموفق بوده. یعنی هم اروپایی ها مخالفت کردن، یعنی همین دوشنبه‌ای که آمریکا میخواد اولین قدم تحریم رو برداره، یعنی امروز، همین امروز هم آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها در برابر آمریکا ایستادگی کردند و اون قانون در واقع ممانعت از تحریم یا انسداد، همون بلاکینگ رگولیشنز که میگن، این رو اعلام کردند و گفتن که هر شرکتی که با ایران داره کار میکنه اگر بخواد حرف آمریکا رو در تحریم قبول بکنه و ایران تحریم کنه، اروپا او رو تحریم میکنه. بنابراین اروپا امروز روبروی آمریکا ایستاده و اروپا همیشه متحد آمریکا بوده. ما امروز در سراسر جهان تنها نیستیم، یعنی همه کشورهای جهان بجز چند کشور معدود حامی ایرانن، طرفدار ایرانن و ایران رو به عنوان متحدی که قابل اعتماده، به عنوان کشوری که در هر تعهدی قابل اعتماده میشناسن و از جمله اروپا. ما مهلتی که دادیم بر این مبنا بوده که دیگران، یعنی حالا 4 به اضافه 1 بگیم یا 5 کشور، بتونن این تحریم رو جبران بکنن، یعنی فشار آمریکا رو جبران بکنن و با اون برجام حفظ بشه. رفتارشون به نظر شما قابل قبول بوده؟ از نظر سیاسی، از نظر سیاسی به نظر من سنگ تمام گذاشتن، یعنی موضع‌گیری کردن، حرف زدن، مقررات وضع کردن، به صراحت کار آمریکا رو غیر قابل قبول دونستن. نه تنها اونا، بقیه جهان هم به همین صورته. اما در مقام عمل خب اونا باید برنامه ریزی بکنن که چگونه میخوان این رو جبران بکنن. خب یه قدمهایی رو برداشتن در این زمینه. ما هم با اروپایی‌ها از نزدیک مذاکره کردیم وقتی من سفر اروپا داشتم، هم با چین و روسیه از نزدیک مذاکره کردیم که در واقع 4 به اضافه 1 هست. همه اینها قولشون بر این مبنا هست که ما به تحریم اعتنا نخواهیم کرد. مشکل اونها شرکت‌هایی است که اونا ممکنه تحت فشار آمریکا تحت تأثیر این تحریم قرار بگیرن. بنابراین به نظر من ما هنوز منتظر اقدامات عملی اروپا هستیم. جلسه‌ای در همین اواخر ماه اوت بناست برگزار بشه بین ایران و کشورهای 5 کشور دیگر و مخصوصا اتحادیه اروپا در اروپا، و بعد در حاشیه اجلاس سازمان ملل باز بناست در سطح وزرا صحبت بشه. اون چه ما امروز میخواهیم اینه که در واقع اساس تحریم برمیگرده به 3 ماه آینده، یعنی 3 ماه آینده ای که آمریکا میخواد در نفت یا در بانک وارد عمل بشه. خب تحریم های امروز غیر از بانک و نفت هست، و قولی که هم اروپا، هم چین و هم روسیه به ما دادن اینه که بتونن ایستادگی کنن هم برای فروش نفت و هم برای اینکه روابط بانکی ما با دنیا بتونه حفظ بشه. آقای دکتر، واقعاً در ادامه برجام چین و روسیه به اندازه اروپایی‌ها دارن به تعهداتشون عمل میکنن یا نه؟ چون به هر حال این بس تو جامعه ما هست که چین و روسیه به عنوان شرق در مقابل آمریکا که نماد غرب هست، الان بیشتر مورد توجه سیاست خارجی ماست. آیا واقعاً یک جور تقابل به خاطر اینکه ما با غرب کمتر کار میکنیم یا بر اساس مساله و منافع ملیمون با اینها کار می‌کنیم؟ نه، برای ما در روابط خارجی خب منافع ملی ما مهمه، برای همه کشورهام همینجوره، منافع ملیشون مهمه. البته رابطه‌ای که ما با روسیه داریم یا با چین داریم با اروپا الان قابل مقایسه نیست. ما رابطه بیشتری داریم، رابطه بهتری داریم. یعنی چین هست که الان در زمینه هسته‌ای داره راکتور عراق رو بر مبنای تعهد برجامی خودش دنبال میکنه.
چین هست که به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما الان داره با ما معامله میکنه. من در مذاکرات با مقامات چینی در همین سفری که داشتم در حاشیه سازمان اجلاس سازمان شانگهای، اونا متعهد بودن به اینکه به روابط خودشون با ایران ادامه بدن، روابط رو حفظ بکنن. ممکنه اشکالی از نظر اجرای تعهدات تفاوت‌هایی بکنه، اما در این حال هم چین هم روسیه به صراحت میگن ما ایستادگی میکنیم، به تعهداتمون عمل میکنیم، قراردادها رو اجرا میکنیم. و شما دیدید در قرارداد توتال که با چینی ها بود، وقتی توتال اعلام کرد من خارج میشم، شرکت چینی گفت من ادامه میدم به قرارداد. بنابراین ما روابط خوب با همه دنیا میخواییم، هم با اروپا، هم با چین، هم با روسیه. ولی در شرایط فعلی خب کشورهای آسیایی برای ما بسیار اهمیت دارن. الان روابطی که با چین داریم، با هند داریم، همین آسان که الان ما وارد اون پیمان مودت با آسان شدیم، روابط ما رو به گسترش است. اما در این حال هیچ مانعی برای گسترش روابط با اروپا هم نداریم و داریم ادامه میدیم روابط. جناب رئیس جمهور، اگر اجازه بدین برگردیم داخل و در مورد سیاست های ارضی دولت صحبت بکنیم که این روزها به هر حال جزء دغدغه های عمومی همه مردم و به خصوص فعالان اقتصادی هست. به هر حال نرخ ارز در 4.5 سال اول دولت جناب علی، دولت اول و دولت دوم، از یک آهنگ رشد نسبتاً قابل قبولی برخوردار بود و ما در اسفند و شروع امسال با التهابات ارضی مواجه شدیم. ممکنه خواهش کنم بگید تحلیل شما از اتفاق ارضی در ابتدای امسال چی بود؟ چی شد که به اون تصمیمات رسیدین و در عمل به نظر شما اون تصمیمات و سیاست‌ها چقدر درست اجرا شد؟ ببینید، ما یه سری مشکلات و بیماری‌های اقتصادی داریم که مربوط به این دولت هم نیست، دولت قبل هم نیست. برخیش مربوط به قبل انقلابه، برخیش مربوط به ادامه اون بعد انقلاب هست. مشکلاتی که در بانک‌های ما وجود داره، در مؤسسات اعتباری ما وجود داره، اینا مشکلات مزمن سال‌هاست در کشور ما که در یک شرایطی بروز و ظهور پیدا میکنه. موضوع نقدینگی یکی از اون مواردی هست که به هر حال در یک شرایطی وقتی این نقدینگی حرکت میکنه، یه تخریب‌هایی رو به وجود میاره. چرا نقدینگی حرکت میکنه؟ به خاطر اینکه اعتماد مردم نسبت به آینده متزلزل میشه. چرا ارز بالا پایین میشه؟ به غیر از مسئله نقدینگی داخلی، دسترسی ما به ارز مورد بحثه. چگونه ممکنه ما ارز داشته باشیم به اندازه کافی، اما دسترسی ما، یعنی روابط بانکی ما با دنیا، یا مسئله ورود اسکناس به ایران یا طلا یا امثال اینها در یک شرایطی تغییر بکنه، اینا همه دست به دست هم میده و توقعات و انتظاراتی که برای آینده و انتظارات تورمی، به هر حال همه اینها دست به دست هم میده برای شرایط جدید. ما در دولت 11 و سال اول دولت 12 در واقع که الان داریم تقریبا سال رو تمام میکنیم، روند ما به این گونه بود که ابتدا که ما دولت رو شروع کردیم، ارز کاهش پیدا میکرد و ما داشتیم چاره‌جویی میکردیم جلوی کاهش ارز رو بگیریم. مردم همه یادشون هست که رئیس بانک مرکزی وقت آقای دکتر سیف آمد به مردم گفت آقا ارز قیمت 3000 تومان، یعنی دلار 3000 تومانه. هرچی اون میگفت دو مرتبه میشد 2700 تومان، میشد پایین تر. دلیلش این بود که مردم به آینده امیدوار بودند، خوشبین بودند، میدونستند ما روابط ما با دنیا در حال بهتر شدن هست، سرمایه ها وارد کشور میشه، شرایط اقتصادی برای فعالیت اقتصادی بیشتر میشه. این حالت بود که قیمت ارز رو هم متعادل کرده بود. البته ما هم در مذاکراتی که داشتیم، برخی از منابع ارزی ما آزاد میشد، هم در مذاکرات موقت ما و توافق موقت ما، هم در توافق بعدی ما یه مقدار ارزهای ما آزاد میشد. همه اینا دست به دست هم داده بود، این شرایط به وجود آورده بود. مشکل ارزی از کی شروع شد؟
دو تا عامل در واقع باعث این مشکل ارزی شد. حالا غیر از اون مسائل مزمنی که من میگم تو اقتصاد داریم و مسئله نقدینگی، هر دوی اینها در دیماه پارسال آغاز شد. دیماه پارسال در 5 دی تقریبا یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران آغاز شد، بعد سرایت کرد به شهرهای دیگر. این اعتراضات حالا شرایط خودش رو داشت که مردم ما میدونن، بعضیا معترض بودن، بعضیا دنبال اختشاش بودن، دنبال سوء استفاده بودن. هرچه بود این مهار شد، این اختشاشات مهار شد و مردم هم احساس کردن که اگر یه اعتراض به حقی دارن، ادعی دارن سوء استفاده میکنن و کاملا مردم اومدن با دولت همکاری کردن. این علامت مثبت فعالیت مردم و حضور مردم به داخل یه علامت مثبت داد، اما متاسفانه خارجی ها و مخصوصا آمریکایی ها پیامی که دریافت کردن اون پیام رو نگه داشتن. اون پیام این بود که فکر کردن با فشار بیشتر میتونن مشکلات اجتماعی ما، اقتصادی ما رو بیشتر بکنن. ولذا شما میبینید 22 دیماه که ترامپ اعلام میکنه اگر دیگران نیان من به تنهایی از برجام خارج میشم، بعد از حوادث دیماه در ایرانه. پس هم حوادث داخلی هم حوادث خارجی دست به دست هم داده، یک نگرانی برای جامعه به وجود آورده. این نگرانی باعث شده که، و از اون طرف البته ما روابط بانکی ما با دنیا خب یک مشکلاتی پیدا کرد از زمانی که ترامپ رو کار آمد، با شعارهایی که داد، با فشارهایی که آورد، با تهدیدهایی که کرد. این دو با هم کنار هم قرار گرفت و تو فروردین ما دیدیم یک التهاب بزرگ و یک جهش ایجاد شد. بر اون مبنا تصمیماتی اتخاذ شد تا این التهاب کنترل بشه. این التهاب به نظر من قابل کنترل بود اگر همه با هم همکاری میکردیم، یعنی خریدار ارز، فروشنده ارز، صراف، بانک، وارد کننده، صادر کننده، اگه همه با هم در کنار هم قرار می گرفتیم طرح میتونست موفقیت های خوبی داشته باشه. یعنی ما به مردم آمدیم گفتیم هر چی میخواید وارد کنید ما ارز به شما میدیم با یه قیمت مناسب. البته قیمت 4200 تومانی که ما گفتیم به طور طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد بر مبنای تفاضل تورم ها، اما خب ایده آمدن ارز گرفتن و سوء استفاده کردند، جنس رو وارد نکردند یا بخشی از جنس وارد کردن، بخشش رو بردن تو بازار آزاد فروختن و مشکلات دیگری که پیش آمد. بنابراین تر به گونه ای شد که در کنارش رانت و فساد به وجود آمد. این البته همزمان شد با اردیبهشت و اعلام خروج آمریکا از برجام، یعنی این دو در کنار هم قرار گرفت. خب بعد از اردیبهشت، یعنی در خرداد، ما به این ذهنیت رسیدیم که روند بسته پیشنهادی ارز در شرایط فعلی دیگه کارایی نداره، هم شرایط جدیدی که ما الان پیدا کردیم و هم سوء استفاده هایی که داره انجام میگیره. این سوء استفاده ها اگر از لحاظ ساز و کار و مدیریتی ما نتونیم کنترل بکنیم، با دادگاه و پلیس و اینها امکان پذیر نیست. یه بخشی رو میشه به هر حال با اینا برخورد کرد، ولی نمیشه همه موارد رو کنترل کرد. به هر حال وقتی رانتی هست حتما رانتخاری هم توش اتفاق میفته. بله، وقتی رانت هست، وقتی شرایطی است که مردم برای آینده یه احساسی دارن، نگرانی دارن، اینا کنار هم قرار میگه و مشکل ایجاد میکنه. ولذا ما به فکر یه بسته پیشنهادی جدید افتادیم. این رو در واقع از همون خرداد ما شروع کردیم به بحث، هم در دولت هم در خارج دولت، در ستاد اقتصادی. یه مقدارم من همین تو خرداد میخواستم در واقع بعد ماه رمضان یه مقدار شرایط فوتبال و حضور در جام جهانی بود که شرایط نامناسب کرده بود برای مصاحبه، مردم سرشون گرم بود به اون بازی‌های جهانی. یه مقدارم برای این بود که ما این بسته جدید ما آماده بشه و مصاحبه من یه مقداری تأخیر افتاد تا ما رسیدیم به این بسته جدید ارزی. بسته جدید ارزی
کاملا با بسته گذشته تفاوت‌های اساسی داره. یعنی در بسته گذشته در واقع بانک مرکزی بود که بار سنگینی رو بر دوش می‌گرفت و میگفت من متعهدم و همه ارزها رو تامین می‌کنم با یک قیمت قابل قبول و متعادل. خب از اون ور شرایطی بود که ایجاد رانت می‌شد و مشکل درست کرده بود. شرایط جدید بانک مرکزی تعهدش خیلی کمتر هست، یعنی حالا میتونیم این مقدار بازتر صحبت بکنیم کالاهای اساسی و یعنی امروز بانک مرکزی ما برای کالاهای ضروری اساسی که از جمله مواد غذایی ضروری مردم، از جمله دارو، ملزومات پزشکی، تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی ما متعهد هست که با یک قیمت متعادل و یا حتی قیمت ثابت، یعنی این یارانه رو دولت پرداخت میکنه، از فردا که بسته جدید ارزی ما اجرا میشه و عملیات میشه، من آخرین خبرهایی که همین غروب با وزرا صحبت میکردم، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت توافقات خودشون رو انجام دادن با بهداشت درمان. این فهرست جدید رو من همین غروب صحبت میکردم با وزرا، گفتن تا شب ما به بانک مرکزی اعلام میکنیم این فهرست جدید رو، حتما تا الان اعلام شده به بانک مرکزی. اون فهرست مردم باید اعتماد داشته باشن که قیمت نوسانات ارز تأثیری رو اون نخواهد داشت، یعنی با یک اعتماد و اطمینانی نسبت به آینده میتونن نگاه کنن. من در جلسه هیئت دولت اونجا گفتم به وزرا که این ارزی که برای کالای اساسی 4200 تومان هست و از فردا اجرا میشه، این ادامه خواهد داشت، یعنی حداقل مردم باید بدونن تا پایان فروردین سال آینده این نرخ دست نمیخوره برای کالای اساسی. کالای اساسی هم یه مقدار بازتر از اون کالای اساسی معروف در ذهن مردم هست، یعنی البته امثال برنج و گوشت و اینا از قبل هم تو کالای اساسی بود، لبنیات مثل ماست، پنیر، اینا تو کالای اساسی بود، ولی خب مثلا ما حبوبات رو هم اضافه کردیم، برنج جزو کالای اساسی بود که الان هست، شوینده ها رو مثلا یه مقدار این بازتر کردیم، این کالای اساسی رو که این فهرستش رو تو همین هفته الان به بانک مرکزی اعلام شده، سمت ما هم باید اعلام کنه، مردم کاملا بدونن و ارزی که داده میشه باید به طور شفاف به مردم گفته بشه ما 4200 چقدر ارز دادیم، به کیا ارز دادیم، شرکت دولتی، شرکت خصوصی، بناس چه کالایی بیارن. و قرار ما با همه وزرا این شده که این ارز 4200 تومانی که در واقع یارانه ای هست تا رسیدن به دست مصرف کننده همه نظارت بکنن، یعنی هم دستگاه های نظارتی دولت، هم تعزیرات، هم قوه قضاییه، بازرسی، همه اینها در کنار هم باید با هم همکاری بکنن برای اینکه این قیمت به دست مردم برسه و مردم بتونن خیالشون نسبت به ضروریات زندگی خودشون راحت باشه. آقای دکتر، با تجربه‌ای که در 3 ماه گذشته ما داشتیم در دادن ارز دولتی و بعد اتفاقاتی که در بازار افتاد، فکر می‌کنین چقدر امکان این کنترل وجود داشته باشه؟ چون این تنوعی از کالاها که فرمودین، الان اون وقت چند هزار قلم کالا بود، کنترلش بسیار سخت بود، ما هم می‌خواستیم کنترل بکنیم و خب خیلی از پرونده‌ها هم الان آماده شده در سایه اون کنترل، حالا در یه بخش دیگری ممکنه بیان کنم من، ولی الان اقلام محدوده، یعنی وزارت جهاد کشاورزی ما میگه من مشکلی ندارم برای کنترل، یعنی تمام مواد اولیه‌ای که برای پروتئین هست، یعنی مثلا مثل ذرت، مثل جو، مثل کنجاله، همه اینه که باید وارد بشه برای دامپروری های داخل ما، یا مثلا کود، سم، همه اینایی که جزو همین ارز خواهد بود، یعنی این ارز تعلق میگیره در واقع به مواد غذایی مردم، تعلق میگیره به بخش پروتئین مردم و سایر موادی که اعلام میشه.
این کنترلش خیلی آسون‌تره، یعنی اقلام محدودی، چون ما چاره نداریم. اگر این اقلام اساسی زندگی مردم رو بخوایم داخل نوسانات ارضی قرار بدیم، نگرانی برای مردم ایجاد میکنه، اخشار دهک‌های پایین ما در فشار شدید قرار می‌گیرن. البته برای اونها باید فکرهای دیگر هم ما بکنیم، اما این بخش که حالا هرچه میشه بین 15 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار ما در سال باید برای این اقلام پرداخت بکنیم، این رو دولت متعهد هست، بانک مرکزی ما متعهده، بانک مرکزی پرداخت میکنه این پول رو و با این قیمت ثابت، یعنی تا پایان فروردین سال آینده با همین 4200 تومان خواهد بود و تغییر نمیکنه. اما بقیه ارز میاد داخل یک بازار و این قیمت رو بازار هست که تعیین میکنه. البته در اواخر اون بسته قبلی این طرح آمد برای تحت عنوان بازار دوم، منتها اشکالش اون وقت این بود که ارز همه صادر کننده ها نمی آمد، بخشی از صادرات ما ارزشون در این بازار می آمد. الان برنامه ریزی اینه که تمام صادرات غیر نفتی ما بیاد داخل این بازار، هرچه صادرات غیر نفتی داریم، حالا مثلا در سال حدود 40 میلیارد 50 میلیارد ما صادرات غیر نفتی داریم، همه اینا میاد داخل این بازار. و حتی فراورده ها رو هم ما دیشب تصمیم گرفتیم فراورده های نفتی هم بیاد داخل همین بازار. بنابراین یک بازار بزرگی هست، یعنی یک رقم بزرگی ارز وارد میشه. حالا کیا از این ارز برداشت میکنن به عنوان واردات؟ این هم چارچوبش رو تعیین کردیم که وزارت صمت باید ببینه چی لازمه برای کشور که وارد بشه. ما یه لیست اقلامی رو به عنوان اقلام ممنوعه اعلام کردیم، 1000 خورده‌ای، اونها هست سر جای خودش، یعنی اون ممنوعیت الان برداشته نمیشه مگر اینکه ما شرایط بعدی ببینیم شرایط مناسبی است. پس یه سری اقلام ممنوعه، اون اقلامی که آزاده بر مبنای ثبت سفارش و بر مبنای چارچوبی که مشخص شده برای وزارت صمت، اونا اعلام میشه به بانک مرکزی، بانک مرکزی اون ارز رو در اختیار اونها قرار میده. بنابراین ارز به این صورت در میاد، یک بخشی ارز 4200 تومانیه که باقی میمونه ما متعهدیم، یه بخش دیگری هست که میاد در بازار آزاد، این بازار آزاد قیمت رو مشخص میکنه. یعنی در روزهای آینده ما البته اجرای این تر از فردا شروع میشه، یه بخشایی هست ممکنه تا 2-3 روزی دیگه طول بکشه تا اجراش، به هر حال هفته آینده همه این بسته به طور کامل اجرا میشه. بازار خودش رو به قول معروف پیدا میکنه و عرض میاد در بازار آزاد، یه نرخ پیدا میکنه که از نظر ما یک نرخ متعادلی خواهد بود، منتها ما وارد نمیشیم، یعنی دولت وارد نمیشه در این نرخ، و به خاطر اینکه ما همه ارز صادراتی رو تو این بازار میاریم، در واقع با عرض و تقاضا ما داریم کنترل. این نرخ حواله است دیگه، اسکناس که نیست آقای دکتر. نه اسکناس نیست، این عرض حواله است. البته در برخی از موارد اسکناس چون صرافی ها از فردا آزاد میشه فعالیت اونها و ورود اسکناس و ورود طلا آزاد میشه و حتی بدون گمرک و حتی مالیات ارزش افزوده و همه اینا حذف شده، بنابراین خب یه مقدار تسهیل میشه با هر نرخی و بدون محدودیت صرافی ها از فردا میتونن صرافی ها میتونند در چارچوبی که بانک مرکزی به اونها اعلام میکنه ارز رو در اختیار متقاضیان قرار بدن. بانک مرکزی باید موارد رو مشخص بکنه، 35-6 مورد نیازمندی هایی است که مردم دارن از قبل مشخص شده. این ارز در واقع اسکناسش در صرافی ها خواهد بود، یعنی بنابراین ما اون حالتی که قبلا داشتیم ارزها ممنوع بود، از یک طرف دیگر هم ما جذب اسکناس رو در قبلا بانک های ما می آمدن، حالا یه مقدار پاسخ این سوال طولانی شد به دلیل اینکه شما هم حتما این سوالات تو ذهنتون هست. ببینید قبلا مردم اگر دلارشون رو می بردن داخل بانک، حالا اولا که قبلا ممنوع بود، این قاچاق بود، این از فردا دیگه قاچاق نیست، ارزشون رو میتونن ببرن داخل بانک. قبلا چون بانک این پول رو می گرفت، وقتی میخواست که
طرف می آمد این پولش بگیره می گفت که خب من به ریال حساب میکنم به شما میدم. الان در این بسته جدید بانک مرکزی متعهده، یعنی هر کس پول اسکناس خودش میاره در بانک به عنوان سپرده میگذاره، این بانک مرکزی است که به عهده میگیره که همون ارز رو بهش پرداخت کنه با سود، حالا سودی که اعلام میکنه هر چند درصدی هست با سود بشه اعلام میشه. این هم باعث اعتماد مردم هست، یعنی دیگه دولت متعهده، بانک مرکزی در واقع متعهده. همه اینها در کنار هم من فکر میکنم بازار ما یک بازار متعادلی بکنه، به دلیل اینکه ما ارز به اندازه کافی نیاز جامعه ما داریم. البته در تمام این طرح‌ها دولت و مردم باید در کنار هم قرار بگیرن، مردم عزیز ما اینجوری باید در نظر بگیرن. امروز ارز به یک معنا ارز ما هم هست، یعنی یک آبروی ملی ما هم هست و این آبروی ملی ما رو ما همه باید با همکاری حراست کنیم و حفاظت بکنیم. اگر دولت تلاش کنه ارز بیشتر بیاره، مردم تلاش کنن ارز بیشتر رو جمع کنن ببرن یه گوشه‌ای، خب هیچ وقت ما موفق نمیشیم. یعنی دولت و مردم چون در کنار هم قرار نمیگیرن، از هم فاصله میگیرن. اگر دولت و مردم در کنار هم باشن و این رو هر دو وظیفه خودمون بدونیم و مردم به دولت اعتماد کنن که با همه تلاش دنبال حل مشکلاته. من اینجا الان میخوام به مردم عزیزم بگم که همه اعضای دولت، یعنی من واقعا شب مثلا ساعت 11:30 تماس میگیرم، وزیر، بعضی از وزرای ما تا دیر وقت حتی تو دفتر کارشون هستن و دارن کار میکنن. جمعه من معمولا که حالا بیشتر جمعه ها بعد از ظهر با همه وزرا در تماسم، همه وزرا مشغول فعالیتن، حالا یا شهرستان داره بازدید میکنه یا داره افتتاح میکنه یا در دفتر کارشه یا در یه جایی است که در دسترس، یعنی همه وزرای ما در شبانه روز دارن فعالیت میکنن. مردم ما باید مطمئن باشن که دولت همه توان خودش رو برای این کار گذاشته، رئیس جمهور، وزرا، معاونین، تمام دستگاه دولت دنبال این هستن و قوای دیگر، یعنی الان ما سه قوه، جلسات سه قوه‌ای که داریم، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، همه دارن همکاری میکنن در این کار. به نظر من اگر مردم ما، دولت ما، قوای ما همه در کنار هم قرار بگیرن، اولا هیچ کس نمیتونه ما رو شکست بده. هیچ وقت این تحریم به اهدافی که اونا دارن، هم تحریم فشار به ما میاره، مشکلات درست میکنه، فوایدی هم داره. حالا من میتونم بگم چه فوایدی داره این. یه فوایدی هم داره، یک فشارهایی هم داره، یه مشکلاتی هم داره. ولی ما حتما به سلامت عبور میکنیم. و من معتقدم اگر ما متحد باشیم این تحریم هر چه زودتر شکسته میشه. یعنی این تحریم، تحریمی که آمریکا از امروز شروع کرده در واقع، به البته از قبل اجرایی شده، عملیاتی شده با همون شعارهایی که دادن، از دی ماه پارسال در واقع این تحریم شروع شده و هم، ولی حالا به طور رسمیش از امروز هست. به نظر من اگر ما متحدانه و با هم کار بکنیم خیلی زود آمریکا رو پشیمان میکنیم. ما اگر بتونیم با دنیا خوب کار بکنیم و تلاش بکنیم، آمریکایی‌ها میفهمن این تحریمشون بی اثره و نمیتونه تأثیر گذار باشه، زودتر برمیگردن. ترامپ الان یک قدم به نظر من برگشته از اون لحن تندی که علیه ملت ایران و حکومت، یعنی البته امروز هم باز تو این فرمان اجراییش باز هم به اصطلاح حرفای تند رو زده، اما در این حال یک قدم برگشته. ترامپ باید چند قدم برگرده، یعنی باید برگرده به قبل از دوران خودش حداقل، تا اون وقت بشه یک شرایط مناسب برای اینکه منافع ایران، منافع آمریکا، منافع جهان بهتر تضمین بشه. هرچه ما متحدتر کار بکنیم آمریکا رو زودتر پشیمان میکنیم و ما میتونیم از تحریم رو از بین ببریم. این دست خود ماست. الان اگر شما از من سوال کنید این تحریم چند ماه طول میکشه، من میگم زمانش دست ماست. یعنی اگر همه قوای ما، دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح، مردم ما کنار هم قرار بگیرن،
ما این تحریم رو خیلی سریعتر خاتمه میدیم. اگر از هم فاصله بگیریم این باعث اختلاف بشه، بی تحملی نشون بدیم، حتما این تحریم طولانی میشه. پس زمان تحریم دست ما هست و به نظر من به حول قوه الهی این زمان رو انشاءالله مردم ما، دولت ما، همه دست به دست هم میدیم و کوتاه‌تر میکنیم و زودتر. حالا راجع به ارز اگه با سوال دیگه. بله آقای دکتر، تصمیمات ارزی که دیروز اعلام شد، جناب علی هم الان توضیح دادید که از فردا اجرایی خواهد شد، با استقبال بسیار زیاد هم صاحبان کسب و کارها، فعالان اقتصادی و اقتصاددانها مواجه شده و همه به اون واکنش مثبت دارن. حتی عده‌ای از اقتصاددانا و صاحبان کسب و کارها معتقدند که همین 15-20 میلیارد دلار پولی که دولت گذاشته برای کالاهای اساسی و ضروری شاید بهتر بود همین رو هم در همون بازار ثانویه با اون مکانیزم میداد. 10,000 میلیارد تومان پولی که به دست می آورد و با مکانیزم دیگری به دست مردم می رسوند. چون بس بر سر این است که بالاخره 10,000 میلیارد تومان این وسط پول فاصله 4,200 تا ارزی که در بازار دوم خواهد شد. اینکه ما از چند تا تولید کننده یا وارد کننده خواهش بکنیم به سلامت اینو به 80 میلیون ایرانی برسونن غیر ممکنه و باز همون داستان رانت ها و اتفاقاتی که در سه ماه گذشته افتاد ممکنه این بار باز هم اینجا بیفته. نه. که حالا با اطمینانی که جناب علی برمقامات میدیم، من میخوام البته این که شما میگید ممکنه عده‌ای نگرانی داشته باشند. ببینید ما قبلا همین کالای اساسی رو در گذشته، یعنی سالهای گذشته، یه ارز آزادی بود تو بازار. حالا 4000 تومان بود، 4100 تومان بود، کمتر بود، بیشتر بود، یه وقتی 4500 تومان بود. بله. بود دیگه، ارزی بود همین. ما همین ارز رو برای کالای اساسی البته یه مقدار بازتر 3800 تومان میدادیم و کنترل میکردیم و با همون قیمت به دست مردم میرسید. بنابراین ما تجربه این کار رو در کالای اساسی داریم و همیشه در شرایط سخت، حالا ممکنه نظرات دیگری هم باشه، به نظر من ما بله خیلی مثلا میگن که شما چرا سوخت ارزون بدید به مردم، اینه گرون کنید بعد پولیشو بدید به مردم. بله بله همه جور چرا برق ارزون بدید، چرا آب ارزون بدید. من میخوام به مردم بگم به غیر از اینکه این کالاهای اساسی تا آخر سال باید مطمئن باشن، حتی راجع به آبشون، برقشون، حمل و نقل، تلاش ما اینه که هیچ التهابی تو این زمینه ها، اونایی که دست دولته و میتونه جلو التهاب رو بگیره، نذاره یه نوسان بزرگ اتفاق بیفته. به نظر من قابل کنترل، دستگاه های نظارتی دولتی، دستگاه های نظارتی غیر دولتی، همه دست به دست هم میدیم، این انشالله به خوبی اجرا میشه، این کالا به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میگیره، بقیه نیازمندی ها میره تو اون بازار آزاد. بله یه همچون نظریاتی وجود داره. آقای دکتر، چقدر احتمال تنش و جنگ در منطقه خاورمیانه و منطقه غرب آسیا رو میدیم؟ ببینید جنگ در منطقه، خب منطقه ما یه جور جنگ هایی داشته و داره، الان تو یمن مثلا جنگ، تو مثلا سوریه مشکلات و جنگ وجود داره، نیروی خارجی در سوریه وجود داره، اما روند منطقه ما به سمت امن‌تر شدن به نظر من. یعنی سوریه مسلماً شرایط ماهای آیندهش بهتر از امروز خواهد شد. قدم به قدم تروریست‌ها دارن عقب نشینی میکنن، تقریباً دارن یه گوشه‌ای جمع میشن، نیروهای خارجی ناچارن، چه آمریکایی‌ها چه بقیه ناچارن از سوریه خارج بشن. عراق امن‌تر به نظر من از گذشته و امن‌تر خواهد بود. یمن هم به هر حال عربستان و امارات به این نتیجه خواهند رسید که ادامه این فعالیت نظامیشون اثر نداره و باید از راه سیاسی مسائلشون حل بکنن. به نظر من کل منطقه امنیتش در آینده بیشتر خواهد شد به دلیل حضور مردم، فعالیت مردم، مردم در کشورهای مختلف و ایستادگی مردم و ضربه های اساسی که به تروریسم در منطقه خورده. من یعنی ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران همواره دنبال صلح بودیم، امروز هم دنبال صلح هستیم. هیچ وقت نه در دوران 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی قبل هم به قرنها قبل، 200 سال پیش هم ما برگردیم، ایران آغاز کننده جنگ نبوده، همواره نگهدارنده صلح در منطقه بوده. مخصوصا در این 40 سال ما اراده ما بر همینه، اراده ما بر صلح، اراده ما بر دوستیه.
من همطوری که قبلا هم در یه سخنرانی اعلام کردم با همسایگانمون ما روابط بسیار خوبی داریم، با اینکه دو تا همسایه هم اگر روابطمون خوب نیست ما آماده ایم برای اینکه این روابط رو برگردونیم به یک روابط مناسب و مساعد. از طرف ما واقعا مانعی وجود نداره. تا این مردم ما در صحنه هستند و نیروهای مسلح ما در صحنه هستند، به نظر من خطر جنگی یا تجاوزی نسبت به ایران وجود نداره. این وابسته باز به وحدت و اتحاد و یکپارچگی و انسجام درونی ما هست. به نظر من مردم ما، من واقعا باید از مردم ما سپاسگزاری بکنم، تشکر بکنم. میدونم مشکلات فراوانی امسال باش مواجه بودن. چقدر در جریان مطالبات مردم و خواسته هاشون هستین آقای رئیس جمهور؟ مگه میشه ما در جریان؟ اولا که مردم به طور مداوم با تلفن با ریاست جمهوری در تماسن، با نامه در تماسن، وزرای ما مرتب به شهرهای مختلف و استانهای مختلف میرن. من خب استاندارها، وزرایی که اینا در تماسن با مردم مرتب اینها رو میبینم. خب تو فضای مجازی هم من یه مقدار وقت میگذرم و میبینم نظرات مردم رو. حتما ما از وضع مردم مطلعیم. مردم ما امسال با فشار شدیدی مواجه بودن. یعنی از یک طرف مشکل آب ما داشتیم به خاطر خشکسالی، در کنار آب مشکل برق پیدا کردیم چون برق‌آبی های ما همه دچار مشکل شد، در کنار اون مشکل محیط زیست داشتیم، در کنار اون همین مشکلات ارزی به وجود آمد، تو بازار و زندگی مردم تأثیر گذاشت. اما در این حال مردم ما بسیار مردم نجیبی هستند، مردم صبوری هستند، مردمی هستند که واقعا میخوان مشکلات با دست خودشون حل بشه. این همه دنیا فشار روانی میاره و تبلیغ میکنه، همه رسانه ها جمع میشن، فضای مجازی حقیقی میخوان مردم مثلا یه روز اعلام میکنن که همه مردم بیان تو خیابون مثلا اغتشاش کنن یا مثلا اعتراض کنن. حالا به هر نه، شما میبینید خب مردم ما نمیان، حالا یه تعداد معدود خیلی ناچیزی میان به هر حال تو خیابون. این نشان اون صبر مردم، تحمل مردم، بیداری مردم، هوشیاری مردم و توجه مردمه. به نظر من ما تو این شرایط، من نگرانی ندارم از لحاظ امنیت ملی، من احساس نگرانی نمی کنم. به عنوان کسی که میگم که امنیت ملی رو میشناسم، ما در سیاست خارجی روند ما روابط سیاسی بهتر با دنیا هست و شما امروز میبینید روابط ما با اروپا، با غرب و شرق، حالا آمریکا که هیچ وقت حالا رابطه نداشتیم، شرایطش جداست، همیشه ما روابط بهتری داشتیم و این روابط بهتر رو ادامه میدیم. بنابراین من آینده منطقه رو توأم با امنیت بیشتر و صلح و ثبات بیشتر میبینم. من در همین زمینه مسائل نفتی و تهدیدهایی که آمریکایی‌ها میکنن به زودی من هیئت‌هایی رو اعزام میکنم به همه کشورهای منطقه و صادرکنندگان نفت تو منطقه، غیر منطقه. ما مبنای ما صحبت کردن با هم، حرف زدن از طریق منطق و گفتگو هست و انشاءالله این روند رو ادامه میدیم. مردم نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشن از اینکه دولت ایران یا نظام ایران تصمیمی به تهاجم داره، تصمیمی به ناآرامی، تصمیمی به جنگ داره. به هیچ عنوان این چنین نیست. من به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به مردم ما عرض میکنم که برنامه ما همچنان برنامه صلح‌آمیزه. البته در برابر حرف زور ما وامیستیم و وقتی وامیستیم پاسخ مثبت هم میگیریم و پاسخ مثبت هم گرفتیم تا حالا. ما اجازه نمیدیم منافع ما زیر پا گذاشته بشه، حقوق ما زیر پا گذاشته بشه. ما در برابر تجاوز همیشه مدافع خوب بودیم، همچنان هستیم، ولی من هیچ چیزی رو، هیچ علامتی رو، هیچ دلیلی رو نمیبینم که ما در آینده منطقه ما با نارامی مواجه بشیم. منهای این موضوع جناب رئیس جمهور، تلاش‌های زیادی رو از خارج از کشور میکنن، به خصوص رسانه‌ها، فضاهای مجازی و ابزارهایی که در دست هست برای اینکه رو موج مطالبات و خواسته های مردم
سوار بشن و در شرایط سیاسی اجتماعی خاص به هم ریختگی های رو ایجاد بکنن، حتی صحبت از تغییر نظام میکنن و موضوعاتی از این دست. شما پاسختون چیه و تحلیلتون چیه؟ ببینید چه نظامی تغییر میکنه؟ اون نظامی که بر مبنای انتخابات و آراء مردم نباشه، یعنی اگر مردم با صندوق آرا مسئولین خودشون رو انتخاب میکنند، این نظام همیشه ثابته. یعنی تا جمهوریت رو ما خوب حفظ کردیم و تا اسلامیت رو ما حفظ کردیم، یعنی اعتقادات دینیمون رو حفظ کردیم که مردم ما به اصول اعتقادات دینی کاملا پایبندن. حالا ممکنه تو مناسک تو بعضی از احکام یه مقدار مسائل خاصی رو مشاهده باشیم، ولی اعتقادات مردم یه اعتقادات بسیار مستحکمی است نسبت به دینشون، نسبت به خداوندشون، نسبت به قیامتشون. همه نظرسنجی ها، همه زندگی مردم همین رو نشون میده که اسلامیت مورد توجه مردمه، مردم متدین هستن. و جمهوریت هم هرچه ما تعمیق ببخشیم، ما دموکراسی رو هرچه تعمیق ببخشیم، این نظام ما مستحکم تر میشه. مردم بدونن هر دو سال پای صندوقن و به راحتی میتونن نماینده مجلس خودشون انتخاب بکنن، میتونن رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن، میتونن نظارت بکنن بر و ما همه چیز رو شفاف در اختیار مردم قرار بدیم. ما بتونیم با فساد مبارزه کنیم با شفافیت. یعنی امروز مبارزه با فساد به اعتقاد من یکی از پایه‌های اصلی شفافیته. ما همه چیز رو باید در اختیار مردم بذاریم، مردم بدونن، مردم نظارت بکنن و باورمون بشه همه که این کشور مال مردمه، از آن مردمه و با رأی مردم هست. من معتقدم اصول قانون اساسی و اجرای این که قانون اساسی بسیار مترقی ما داریم، اگر همه اصولش رو به دقت اجرا کنیم و پیاده بکنیم، و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی این رو بیشتر از گذشته دنبال بکنم و مردم ما بدونن پای صندوق آرا آزاد هستند که رأی خودشون رو به صندوق بریزن، هیچ وقت نظام ما صدمه نخواهد دید. اما اگر خدای نکرده ببینن تو این جامعه ما فساد، ما با فساد برخورد نمی کنیم، ما تعارف داریم، ما در فساد خط قرمز داریم، ما برای ما این قوه و اون قوه فرق میکنه، ما در انتخابات خدای نکرده میخواییم مثلا فرد خاصی رو یا حزب خاصی رو حاکم بکنیم، بله اون وقت معنیش اینه که کسی بگه که این نظام با استحکام هست یا تضعیف شده. اما اگر ما این دموکراسی رو تعمیق ببخشیم و در همه زمینه ها خواست مردم بخشیم، حتی من این رو در 22 بهمن هم به صراحت گفتم در اون سخنرانیم که اصل اگر یه روزی ما واقعا در یه مسئله اختلاف نظر داریم برای ما مهمه، چرا نه این پای صندوق آرا؟ اصل 59 مگر به قول معروف کمرش بیل خورده مگر؟ خب چرا ازش چرا استفاده نکنیم؟ حالا با همون مقرراتی که قانون اساسی میگه، ممکنه دولت لایحه بده، مجلس باید رأی بده، با همون شرایطی که در قانون اساسی آمده رهبری باید فرمان بده، اون همش هست شرایط خودش، من کاری به اون ندارم. اگر یه مسئله ای هست خب ما بذاریم واقعا، حالا سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اشکال نداره. یه مسئله مهم، البته مسائل عادی مجلس ما تصمیم میگیره، ولی مسائل بسیار مهم و خیلی مهم اصل 59 برای ما پیشبینی کرده. این برای تثبیت نظامه، یعنی اصل 59 نظام رو تثبیت میکنه. من همین سفر اخیری که در سوئیس بودم از رئیس جمهور سوئیس سوال میکردم سر مراسم نهار که نشسته بودیم که شما چند تا همه پرسی در سال دارید، چه تعداده، چقدر خرج میکنید، چرا؟ خب سوئیس، حالا اونا برای مسائل خیلی ساده هم از مردم نظرسنجی میکنن، 100,000 نفر اگر امضا برای هر موضوعی بکنن باید نظرسنجی کنن حتما. حالا اونا شرایطشون فرق میکنه، کشور کوچیکتری هستن شرایطشون فرق میکنه. ما هر مقدار تکیه کنیم به مردم، هر مقدار در کنار مردم باشیم، هر مقدار به مردم خدمت کنیم و در عمل نشون بدیم خادم مردم هستیم، نه با زبان
مردم ما هم اسلام رو میخوان، هم کشور عزیزشون ایران رو میخوان، هم وحدت ایران رو میخوان، هم انسجام رو میخوان، هم تمامیت ارضی رو میخوان. این مردم همون مردمی هستن که 8 سال ایستادگی کردن، مقاومت کردن برای شرفشون، برای استقلالشون، برای کشورشون. امروز هم همون مردم هستن، با همون شرایط هستن. من هیچ نگرانی از نظام ندارم. اینا یه حرفای خیلی کودکانه است که مثلا 4 نفر تو آمریکا که حالا سالها آرزو داشتن با یه مش تروریست در تماس هستن، در رابطه هستن و میرن بهشون دست میدن، میرن باشون مینشینن، بهشون کمک مالی میکنن. اونم یه گروه های تروریستی که اصلا مردم از عمق جان نسبت به اونها نفرت دارن، یعنی منافقینی که در زمان جنگ و در زمانی که مردم برای سرزمینشون می جنگیدن رفتن با صدام متحد شدن، از پشت به مردم ما خنجر زدن، منفورترین گروهک در تاریخ ایران به نظر من هستن. خب اونا ممکنه یه تصورات این چنینی تو ذهنشون بیاد که مثلا این نظام مستحکمه، این نظام قویه، ضعیفه. به نظر من امروز نظام ما از همیشه مستحکم‌تره. ما قوای سگانه کاملا در کنار هم هستیم. من کاملا به مجلس شورای اسلامی احترام میکنم، به قوه قضاییه احترام میکنم، اونا هم واقعا تلاش میکنن. ما در جلسات همین سه قوهی که برای هماهنگی اقتصادی داریم، من از نزدیک شاهدم. قوه قضاییه، مجلس، البته ممکنه بعضی جا نظرات ما فرق بکنه، سلایق ما فرق بکنه، ولی تو مسائل اساسی کشور کاملا متحدیم، با هم هستیم. نیروهای مسلح ما کاملا متحد هستن. رهبری ما که خب مسئولیت بسیار سنگینی داره و همواره او نظارت میکنه بر قوای کشور، با همون استحکام داره نظارت خودش رو انجام میده. به نظر من ما هیچ دغدغه‌ای نسبت به آینده، آینده نظاممون، آینده ایرانمون نباید داشته باشیم. این معناش این نیست که ما امروز مشکل نداریم. این معناش این نیست که مشکل آب نداریم، مشکل برق نداریم، مشکل محیط زیست نداریم، مشکل زندگی مردم نداریم. کاملا ما میدونیم مشکل داریم، ولی مردم ما باید بدونن ما شبانه روز تلاشمون داریم انجام بدیم. ممکنه در یه جایی 100% موفق باشیم، یه جایی 70% موفق باشیم. از روز اولی که ما آمدیم چرا دنبال برجام رفتیم؟ حالا بعضیا فکر میکنن مثلا ما برامو برجام مهم بود، یا مثلا با 6 کشور حرف زدن. فقط ما به فکر راحتی مردم بودیم. اگر رفتیم دنبال برجام، برای این بود که تجارت ما راحت تر انجام بگیره، صادرات ما راحت تر انجام بگیره، واردات ما راحت تر انجام بگیره، حمل و نقل ما ساده تر انجام بگیره، بیمه ما راحت تر باشه. فقط به این منظور بوده و با همین منظور رفتیم. الانم آثارش رو میبینیم. هر قدمی که ما در این زمینه برداشتیم، همین امروز که ما دچار فشار مردم ما هستن، شرایط صادرات ما، صادرات کالای ما و خدمات ما از همیشه بهتره. امروز خب چرا بورس ما الان، شما از بورس شما میبینید چجوریه. این که شما در یه روز میبینید چند هزار واحد شاخص بورس ما افزایش پیدا میکنه، به معنی امید مردمه. یعنی اون نقدینگی که من گفتم، وقتی ما بورس رو میبینیم رونق داره، یعنی داره درست هدایت میشه. یعنی نقدینگی ما میره تو بورس، میره تو تولید. وقتی صادرات ما رونق پیدا میکنه، یعنی نقدینگی ما میره به سمت صادرات. وقتی تولید ما افزایش پیدا میکنه، یعنی نقدینگی ما میره به سمت تولید. به نظر من توی شرایطی که الان هستیم، هم تولید ما میتونه افزایش پیدا بکنه، اشتغال ما میتونه کاهش پیدا نکنه. ما در 3 ماه اول امسال به یک توفیق مبارکی رسیدیم که من فکر میکنم سابقه نداشت در سالهای پیش، و اون این که نه تمام اونهایی که متقاضی کار بودن جذب شدن، از بیکارهای قبلی هم یه تعدادی جذب شدن. یعنی این که 756 هزار نفر در بهار ما نسبت به بهار پارسال اشتغال خالص پیدا کردن، این معنیش اینه که ما راه داریم. این معنیش این نیست که بیکاری تمام شده، یعنی اون 3 میلیون بیکاری هنوز هست، ما یک کوچولویی تونستیم بیاریم، باید ادامه بدیم. به نظر من ما این شرایط، ضمن این که برای مردم سخته و دولت باید به فکر اقشار باشه که فشار اقتصادی بیشتری رو میبینن، دهک‌های پایین، ما برای اونها داریم فکر میکنیم. یه بسته جدیدی ما طراحی داریم فکر میکنیم، الان مدتی است در دولت داریم فکر میکنیم.
این رو به موقع اعلام میکنیم وقتی این کار انجام گرفت. ما همه افراد جامعه ما که جزو کمیته امداد بهزیستی بودن که ما در طول این یک سال گذشته بیارانه اونها رو افزایش دادیم، باز هم امسال افزایش میدیم، افزایشی بیشتر میکنیم، تامین اون بسته غذایی که میدادیم امسال بیشتر دادیم، در این بسته غذایی باز هم ادامه میدیم. بنابراین هم باید اقشار کم درآمد ما بهشون کمک بشه، حتما دولت این کار رو خواهد کرد، هم باید بازار ارز ما متعادل بشه که دولت همه تلاش خودش رو این کار انجام داده و انجام خواهد داد در این زمینه، و امیدوارم مردم در روزهای آینده، هفته آینده شاهد یک بازار متعادلی باشن در این زمینه. و هم ما میتونیم روابط سیاسیمون رو با دنیا، من خوشحالم، ببینید ممکنه شما بگید که این یک حادثه خیلی مهم نیست، اما از لحاظ سیاسی این حادثه بسیار مهمه. درست در روزی که ترامپ میگه من دارم اجرا میکنم اولین مرحله تحریم را، اروپا میاد یه اطلاعیه میده میگه اگر کسی ایران رو تحریم بکنه من تحریمش میکنم و میسته در برابر آمریکا. این حادثه مبارکی است که اولین بار ما میبینیم، البته یه بار دیگر هم شبیه این کار اروپا کرد در یک مقطعی در زمان کلینتون، اما یه کار بسیار مهمی است در این مقطع انجام میده. این به معنی پیروزی ملت ما هست، به معنی موفقیت ملت ما هست. ما انشالله این مسیر و این راه رو با کمک مردم ما ادامه میدیم. بازم برمیگردم به سوال شما، نظام ما مستحکمه، مستحکمتر خواهد بود، ما در کنار هم هستیم و دولت با همه توان مشکلات مردم رو کاهش خواهد داد به حول و قوه اعلام. جناب آقای رئیس جمهور، در شرایطی که به هر حال در اون قرار داریم و مطالباتی از سمت مردم وجود داره، معیشت مردم به هر حال دچار مشکل هست و شما هم در جریان اونها هستین، ان شاءالله این بسته‌ای هم که برای معیشت مردم در نظر گرفتین زودتر نهایی بشه و اعلام بشه، به هر حال اوضاع مردم قدری بهتر بشه. تو این شرایط صحبت از این هست که روحانی 97 با روحانی 96 خیلی فاصله داره و خیلی به قول معروف تفاوت زیاد شده. واقعا شما خیلی فرق کردین با پارسال و اینکه فکر نمی‌کنید باید نگران کاهش محبوبیتتون باشید؟ حالا محبوبیت من که چیز مهمی نیست، مهم اینه که ما بتونیم به مردم خدمت بکنیم و خدمتگزار مردم باشیم. حالا اینکه مردم اگر ببینن ما خادم مردم هستیم و داریم خدمت میکنیم، مردم ما هم همیشه در برابر تلاش مسئولین قدردانی کردن و قدردانی میکنن، مردم بسیار خوبی هستن. این که من با 96 فرق کردم، خب بعضیا میگن در سیاست خارجی روحانی فرق کرده، من در سیاست خارجی نظرات من هیچ تفاوتی نکرده، یعنی من باز هم معتقد به تعامل سازنده با دنیا هستم، باز هم معتقدم ما روابطمون رو باید با کشورهای دنیا، با منطقه صمیمی بکنیم، روابط اقتصادیمون رو با دنیا مستحکم بکنیم. حالا اگر یک کسی از یک تعهدی خارج شده، برخلاف منطق میز مذاکره رو ترک کرده، یک تعهد زیر پا گذاشته، خب ما در برابر او که نمیتونیم، این که نمیتونن که کسی بگه روحانی چرا تابستون و زمستون یه جور لباس میپوشه و لباس زمستونی رو تابستون بپوشه، خب تابستون لباس تابستونی آدم میپوشه، زمستون لباس زمستونی آدم میپوشه. کسی که در برابر مردم ایران داره یاوه‌گویی میکنه، حرف ناروا میزنه، نمیشه. یعنی همین اسلامی که به ما دستور داده با صلح و صفا با همه رفتار بکنیم، خب همون اسلام به ما میگه در برابر متجاوز ما بیستیم و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونه، هر کسی روبروی شما ایستاد شما روبروش وایستید. ما باید تواضع بکنیم، اما در برابر متکبر نباید تواضع کنیم. تواضع مال متواضعین، تکبر مال متکبرین، هر کسی تکبر میکنه. ما نمیتونیم، لحن امروز ما در برابر آمریکا نمیتونه با لحن 96 95 یکسان باشه. او آغازگر هست، ما آغازگر نیستیم، او شروع کرده، او از تعهد خارج شده، او داره مردم ما رو تحریم میکنه، او داره فشار میاره به مردم ما. و خب ما میتونیم در برابر این رژیم لحن ما تغییر نکنه، لحن ما همون باشه. پس
اصول سیاست خارجی ما، روند اجرای سیاست خارجی ما تغییر نکرده. من در سیاست داخلی هیچ نظرم تغییر نکرده. همیشه معتقد بودم که نظر مردم، رأی مردم به عنوان چیزی هست که همه ما باید بهش احترام بگذاریم. الانم من بحث من اینه. فضای مجازی رو ما توسعه دادیم. شما امروز میبینید کشور ما در منطقه در فضای مجازی اول هست، یعنی نزدیک 67 میلیون جمعیت کشور ما به اینترنت پرسرعت وصلن. این یک افتخار بزرگ برای کشور ماست. در زمینه دولت الکترونیک که اگه ما میخواییم با فساد مبارزه کنیم که باید مبارزه کنیم، بهترین راه دولت الکترونیکه، یعنی فضایی که ما از فضای مجازی بتونیم استفاده بکنیم. و در این زمینه قدم‌های خوبی وزارت نیروی ما، وزارت جهاد ما برداشته، با وزارت ارتباطات ما، بهداشت درمان ما داره کامل به این سیستم وصل میشه انشالله تا آخر امسال، و این یه تحول بزرگ در سلامت ما ایجاد میکنه. بنابراین در این زمینه ما سیاست ما همون سیاسته، یعنی سیاست ارتباطات نزدیکتر مردم با دیگر، اشتغال مردم، فناوری در زندگی مردم، اشتغال در فضای مجازی و فضای مناسب برای آزادی مردم، حتی اعتراض مردم اشکال نداره، تظاهرات مردم هم اگر در چارچوب قانون باشه حق مردم هست، منتها نه اینکه یه عده پاسخ بدن به یک گروهک، به یه عده پاسخ بدن به آمریکایی که داره علیه ما امروز، علیه ملت ما داره جنایت میکنه. ولی خود مردم یه جایی نیاز دارن، اعتراض دارن، حرفی دارن، خب به طور طبیعی میان حرف میزنن و خب ما هم باید ببینیم اعتراض اونها چیه، رسیدگی بکنیم، هیچ اشکالی نداره. به نظر من ما در شرایطی هستیم که سیاست دولت تغییر نکرده، یعنی میگن که از لحاظ حال جناحی چپ و راست، بله، مثلا روحانی به چپ نزدیکتر بوده به راست نزدیکتر، چرخش کرد. من هیچ چرخشی، واقعا هیچ چرخشی نکردم. همون نظری که من سال 92 داشتم، نه 96 قولایی که به مردم دادم، 92 هم قولایی که به مردم دادم، پای همون قولها ایستادم، بر همون مبنا دارم حرکت میکنم. من تردید ندارم اساس راحتی مردم، آینده خوب مردم در سایه اعتداله. تون روی ها، افرادگری ها، جدا شدن از هم، روبرو هم ایستادن، اینا به نفع ما نیست، به ضرر جامعه ما هست. ما باید به همه جناح‌ها احترام بکنیم. همونجوری که من در سخنرانی چند پیش بر برابر مسئولین محترم اجرایی و وزرا و معاونین گفتم، گفتم من در این شرایط دست همه رو میبوسم، همه، هر جناحی هستن، هر تفکری دارن، باز هم من خم میشم، دست مردم رو میبوسم. ما نیاز به وحدت بیشتر داریم، اتحاد بیشتر داریم. من به مردم عزیزم میگم ما انشالله به حول قوه الهی با کمک این مردم عبور میکنیم از این مشکلات. مشکلات بلند مدت نخواهد بود اگر ما متحد بشیم، اگر در کنار هم باشیم، صادراتمون رو بیشتر کنیم، تولیدمون رو بالا ببریم، انصاف رو همه مراعات بکنیم، با فساد مبارزه بکنیم، شفافیت رو بیشتر بکنیم، ما عبور میکنیم از این مشکل. این مشکلی نیست که ما رو زمینگیر کنه. آمریکا قادر نیست کاری بکنی که ما در برابر او زانو بزنیم، ملت ما این کار رو نخواهد کرد. اما شرطش اینه که خب نسبت به همدیگه انصاف داشته باشیم، منافع خودمون، منافع مردم رو بیشتر در نظر بگیریم، کشور رو در نظر بگیریم، که به نظر من اکثریت قاطع مردم ما این چنینن. حالا یه تخلفات گوشه‌ای میشه، کناری میشه، به هر حال طبیعی است که همید. توی جامعه‌ای که به قول شما رانت شروع بشه، خب یه عده‌ای هم میرن دنبال سوء استفاده. جناب رئیس جمهور، به هر حال اون چه که مهم، سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشه، فرآیندها به گونه‌ای باشه که زمینه سوء استفاده و رانت رو از اساس از بین ببره و ما فرآیندها و اتفاقات رو در دولت و بخش‌های مختلف در اتاق شیشه‌ای و در شفافیت کامل بذاریم، نظارت باشه که تخلف نشه. ولی به هر حال هر از گاه عده‌ای تخلف میکنن، همونطور که در چند ماه گذشته کردن، از جمله قاچاق معکوسی که مثلا به عراق و افغانستان شد. همین نگرانی هست که تو همین کالاهای اساسی هم که الان ما داریم میدیم، چون قیمتش پایینه، این قاچاق معکوس توش اتفاق بیفته. یه کسانی که به هر حال به نوعی خیانت میکنن به بیت المال، به دارایی‌های کشور، دولت به طور مشخص چقدر جدیه در برخورد با متخلفان
و سوء استفاده کنندگان از شرایطی که مردم واقعا دارن در اون با سختی زندگیشون رو میگذرونن، عده‌ای به هزاران میلیارد هم راضی نیستن و این تخلفات رو در واقع انجام میدن، چه اونهایی که در داخل دولت این کار کردن، چه اونهایی که بیرون از دولت این کار کردن. ببینید، با مفسد و فاسد و کسی که اخلال میکنه و فسادی رو انجام میده و تضییع میکنه حقوق مردم، باید ما قاطعانه برخورد بکنیم. هیچ نباید رحم بکنیم به آدمی که آمده با یه قیمت دولت، با یه شرایط خاص، در این شرایط ارز رو تهیه کرده، در اختیارش گذاشته، این ارز رو به عنوانی که این کالا رو وارد میکنه ببره بیرون و این ارز رو بر نگردونه، کالاش هم وارد نکنه. من به طور قاطعانه گفتم در دولت، چند بارم اخیرا هم تاکید کردم، ما یک مهلتی دادیم، مهلت 3 ماهه، همه اونایی که ارز بردن باید ثابت کنن که کالای مورد نیاز رو آوردن، وارد کشور کردن و کجاست این کالا. گمرکات ما الان فعالتر از گذشته هست و هم در ترخیص گمرکات ما فعالتر شده. من الان از 2 هفته پیش به گمرکات دستور دادم که یه مقررات دست و پاگیری بود، البته خب به خاطر احتیاطاتی که داشتن ترخیص کالاها طول میکشه، این ترخیص کالاها رو بسیار ما تسریع کردیم که به سرعت کالا ترخیص بشه، مخصوصا کالاهایی که مورد نیاز عامه مردم هست. و از اون طرف مراقبت بکنیم کسی که پولی گرفته برای اینکه جنسی وارد کنه، اون جنس آمده از کدام گمرک، آمده کی، آمده در چه تاریخی، و محاسبه بشه پولی که گرفته با جنسی که آورده متعادله یا نه. حتما تخلف صورت گرفته بی تردید، حتما فساد ایجاد شده، حتما رانت بوده. و من یکی از نگرانی هام در این 2-3 ماه همش این بود که چگونه با این رانت و با این فساد مبارزه بکنیم و ما بتونیم چارچوب بهتری. اما من این نکته رو بگم، ببینید، هر چیز یارانه‌ای در کشور، حالا سوخت، نان، آرد، نه هر چیزی که شما یارانه‌ای به مردم بدید، درسته کمک به مردم هست، در کنارش هم فساد هست، هم خروج هست. یعنی کالای ما از مرزها قاچاق میشه بریم. الان بنزین داره از کشور ما قاچاق میشه. چرا؟ برای اینکه بنزین اینجا 1000 تومانه، تو ترکیه مثلا فرض کنید 9000 تومانه، 10000 تومانه. اینجا بنزین گازوئیل ما 300 تومانه، 350 تومانه، همین گازوئیل تو عربستان سعودی 3000 تومانه. دارو مثلا، دارویی که قیمت که ما میدیم با کشورهای همسایه ما، هر چیزی که به صورت یارانه‌ای شد و اختلاف قیمت بین ما و منطقه، بین ما و عراق، بین ما و افغانستان، بین ما و سایر کشورها زیاد شد، اینجا جاییست که رانت میاد و فساد میاد. اصلش اینه این که اقتصادی ها میگن ما یارانه ندیم در هیچ موردی کالاها بیاد به قیمت باشه، این از لحاظ اصول درست میگن، اما در یک شرایط خاص، اون هم در یک شرایطی که دشمن داره به ما فشار میاره، مردم ما در فشار هستن، به نظر من هم ما این یارانه رو باید بدیم، هم این کالاها رو باید در اختیار مردم بذاریم، و هم باید مراقبت کنیم از مرزهای ما حتی امکان. حالا ممکنه یه مورد، 2 مورد از دست ما خارج شه، نیروی انتظامی ما، نیروی مرزبانی ما، ببینید مردم ما برای اینکه مستحضر باشن در جنوب، ما مسئولیت مبارزه با قاچاق رو در آبها دادیم به نیروی دریایی سپاه، بنابراین سپاه پاسداران امروز، مرز شرق دست سپاهه، مرز غرب دست سپاه، بعضی جاها نیروی انتظامیه، خب نیروهای اطلاعاتی ما، همه ما، یعنی همه مسئولین ما، گمرکات ما، فرق میکنه، همه ما باید دست به دست هم بدیم، مراقبت کنیم، این فساد رو به حداقل برسانیم و با افراد فاسد هم بجنگیم و مبارزه کنیم. دولت هیچ خط قرمزی در این زمینه نداره اصلا، هر مقامی، هر کسی اگر تخلف کرده باید با او برخورد بشه، دادگاه های ما باید طبق قانون با او برخورد بکنن، ما هم حامی خواهیم بود، هم حامی قوه قضاییه هستیم، هم حامی مبارزه با فسادیم، و در این زمینه انشالله ما تلاشمون رو مضاعف خواهیم کرد. همین دیروز به من یک گزارش وزیر دادگستری داد نسبت به کارهایی که تعزیرات داره انجام میده، تو گزارش دیشبش به من بود، من هم امروز داشتم این گزارش رو میخوندم، نوشته ما تخلفات مهم رو زمانش کوتاه کردیم و رسیدگیش حد اکثر 10 روزه. خیلی من خوشحال شدم که من نوشتم، خوشحال کننده است برای ما که ما بتونیم در یک زمان کوتاهی واقعا با افرادی که متخلف هستن برخورد بکنیم، هم باید با فساد و رانت مبارزه بکنیم، هم باید
مدیریت ما به گونه ای باشه که این فساد و رانت به حد اقل برسه هر دوی ما، و بنابراین این کار رو ما باید ادامه بدیم و ادامه خواهیم. جناب رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس سوال از جناب علی رو تصویب کردن، جناب علی هم نامه ای نوشتین و در واقع اعلام آمادگی کردین برای پاسخگویی، و البته تا حدودی هم برداشت من این بود که گلای آمیز بود. در مورد این نامه هم اگه توضیح بدیم. اولا من قبل از اینکه دولتی باشم مجلسی هستم. به هر حال اگر تو دولت 5 سال الان من رئیس جمهورم، در مجلس 20 دوره بودیم. در مجلس 20 سال من نماینده مجلس بودم، همیشه مسئولیت هایی در مجلس داشتم. کاملا من مجلس رو لمس میکنم، حس میکنم. نمایندگان وظایف قانونی خودشون عمل بکنن، نه تنها من گله من نمیشم، خوشحالم میشم، تشکرم میکنم از اونها. منتها ببینید ما دو جور میتونیم با هم رفتار بکنیم. حالا از مجلس و دولت بیایم بیرون، دو نفر شریک، دو نفر که تو پیاده رو دارن راه میرن، یه وقتی ما باید کتاب قانون بگیریم، این طرف بگه آقا طبق ماده فلان شما چرا شونت به شونه من خورد، یه وقتی هم من اشتباه میکنم یا ما عذر میخوام با هم سلام علیک میکنه رد میشه، یه وقتی من و شما شریکیم خب با هم با رفاقت با انصاف با هم رفتار میکنیم، ممکنه 20 سال شریک باشیم یه روزم دعوا بشه، اون روز میریم سراغ قانون. اون روزی که میبینیم ما نمیتونیم با تعامل با دوستی مسائلمون حل کنیم، میریم تو چارچوب قانون. خب اشکال نداره، مجلس هر زمانی تو چارچوب قانون میتونه حرکت بکنه، اولا باید دقیق حرکت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور اگر دستگاهی رو ببینم که از قانون اساسی فاصله ای گرفته، این وظیفه من هست که تذکر بدم بگم اینجا با قانون اساسی فاصله گرفتی. ما با مجلس روابط بسیار خوب و نزدیک، هر وقت مجلسی ها خواستن آمدن اینجا ما با هم نشستیم بحث کردیم، اونا خواستن من رفتم مجلس، نیازی نبود به این. ولی حالا مجلس میگه من میخوام طبق قانون عمل کنم، اهلا و سهلا، هیچ اشکالی نداره، طبق قانون ما هم طبق قانون عمل میکنیم، اون وقت هر دو طبق قانون عمل میکنیم. بنابراین اون سوال میکنه، من تذکر قانون اساسی میدم، ما با هم میریم جلو. ولی در این حال دوستی ما محفوظ با مجلس. من به همه نمایندگان مجلس احترام میکنم، حق اونها رو سوال میدونم، میتونن سوال بکنن، هیچ اشکالی نداره. منتها همه ما هم زمان رو مراعات بکنیم، هممون مراعات بکنیم، هم تا جایی که میتونیم. لازم نیست همه جا از حق قانونی استفاده کنیم، میتونیم از راه‌های نزدیکتر، ساده‌تر، سهل‌تر به اهدافمون برسیم. مقصود اینه که ما مشکلات مردم بتونیم حل کنیم دیگه در کنار هم. خب مشکلات مردم، ما اون وقتا مجلس بودیم مثلا یه روز در هفته سه شنبه ها وزرا می اومدن نهار با هم می‌خوردیم، خیلی از مسائل تو همون نهار حل میشد. میشدم بگیم قانونی آقا شما برای نهار میایید، برید اونجا تو دولت خودتون، ما سوال می‌کنیم از شما، شما بیاید جواب بدید. بله اینا امکان‌پذیر، درستم، از قانون این چارچوب رو تعیین کرده، ولی استفاده از حق قانونی در این گونه مسائل مهم حد اقل باشه بهتره تا حد اکثر. اما در این حال مجلس مجاز مختار، سوال کرده منم میرم مجلس پاسخ میدم، هیچ مشکلی من ندارم. و البته هم برای من یک فرصت خوب هم به وجود میاره، چون خیلی از حرفا هست که من تو مصاحبه سختمه بگم، تو سخنرانی سختمه بگم، ولی وقتی یه نماینده از مجلس شورای اسلامی سوال کرده دیگه اون وقت یک شرایطی است که من خیلی صریح‌تر میتونم حرف بزنم، خیلی چیزا رو اونجا واضح‌تر میشه برای مردم. شاید هم این سوال مبارک باشه، برای مردم ما مفید باشه، و یه سری اطلاعات و نکاتی که باید به مردم گفته بشه تو اون فرصت انشالله گفته بشه. بله خیلی متشکرم. ما در دقایق پایانی گفتگو هستیم، اگر مطلبی در انتها دارید خواهش میکنم بفرمایید. من میخوام اولا از مردم ما سپاسگزاری کنم، تشکر بکنم به خاطر روزهای سختی که پشت سر گذروندم و تحمل کردم و صبر کردم. میخوام به مردم عزیز ما عرض کنم که دولت با همه توان کوشش کرده این مشکلات رو کاهش بده، این رو بدونن. ما در زمینه آب قدم‌های بسیار خوبی در این چند سال برداشتیم، برای اینکه مردم ما مستحضر باشن.
در بهره‌وری آب کشاورزی با کارهایی که در 5 سال گذشته انجام گرفته 30% بهره‌وری بیشتر شده، یعنی سالی حدوداً 6% بهره‌وری اضافه شده. مداوم ما داریم آبیاری‌های مدرن رو توسعه میدیم، گلخونه ها رو داریم توسعه میدیم، کشت های مختلف رو داریم توسعه میدیم، بذرهای جدید توسعه میدیم، برای همین که مصرف ما بیاد پایین و تلاشمون رو انجام دادیم. در زمینه خب همین آب در استانهایی که خیلی مشکل داشتن، مثلا ما تا پایان سال انشالله این طرح قدیر رو در استان خوزستان توسعه میدیم به همه اون جاهایی که وعده داده بودیم، انشالله تا پایان سال انجام بگیره. در زمینه محیط زیست قدمهای خوبی برداشته شده و باز هم قدمهای خوبی برمیداریم، به مردم ما گزارش خواهیم داد در این زمینه. در این حالی که دولت تلاش خودش رو کرده، اما در این حال مردم فشار زیادی برشون بوده. من از مردم بسیار عزیز و خوبمون تشکر میکنم و به اونها وعده میدم ما در کنار هم با همکاری هم میتونیم مسائلمون رو حل بکنیم. و من هم از این که یه مقداری فاصله شد این گفتگوی تلویزیونی یه مقداری بیش از حد معمول، امیدوارم بعد بتونم من جبران بکنم، حالا به انهای مختلف، حالا یا تلویزیونی باشه یا من با دوربین مستقیم صحبت بکنم یا مصاحبه مطبوعات، فرق نمی کنه. اطلاع رسانی و تو دولت هم من همین اخیراً گفتم که همه وزارتخونه ها در یک فرصت مناسب مثلا 2 هفته یه بار 3 هفته یه بار بیان مصاحبه مطبوعاتی بذارن، کاری که کردن به عرض مردم برسونن، برای مردم توضیح بدن که مردم آگاه باشن. و همچنین خبرنگارهای محترم که همونطوری که اول تبریک فهمت. گفتم روز اونهاست، اونا میتونن واسطه خوبی باشن بین مردم و دولت، حرف دولت رو به مردم و مردم به دولت منتقل بکنن و از جمله رسانه ملی ما صدا و سیما. خیلی خیلی از جناب علی متشکرم که در این گفتگو شرکت فرمودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم از صمیم قلب، برای جناب علی همه دولت محترم که انشالله این شرایط سخت رو بتونیم به بهترین شکل ممکن پشت سر بذاریم و انشالله روزهای خیلی بهتری در پیش رو. خیلی ممنون و متشکر. با یاد امام مشتوم حضرت علی ابن موسی رضا که در بعضی از سندهای ما امروز روز زیارتی او هست، سلام عرض میکنیم و انشالله در پناه امام مشتوم همه مردم ما موفق. خیلی متشکرم از بینندگان عزیزمون هم، صمیمانه متشکرم که بیننده شبکه 1 سیما، شبکه خبر و شنونده رادیو سراسری بودن. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ. سرزمین من شور آفرین می‌هد دور از تو بادم.